سرخط خبرها. اعلام برگزاری نماز عید فطر در مساجد و فضاهای باز ایران. مراسم روز قدس در تهران با خودرو برگزار می شود. بازگشایی مرزهای چند کشور اروپایی. ایتالیا هم از حدود دو هفته دیگر ممنوعیت سفر را لغو می کند. پس از یک سال بازداشت، فریبا عادل‌خواه به 6 سال زندان محکوم شد. و دستور برگزاری مسابقات ورزشی در ایران بدون تماشاگر، اگر وضعیت مناسب نباشد لیگ متوقف می شود. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. در ایران ستاد ملی مبارزه با کرونا برنامه بازگشت به شرایط عادی را اعلام کرده که شامل فعالیت مدارس، مسابقات ورزشی و مراسم سیاسی و مذهبی در روزهای آینده می شود. مدارس از امروز به صورت نیم بند باز می شوند و قرار است مراسم روز قدس و عید فطر به شکل نمادین یا محدود برپا شود. همچنین دانشگاه‌ها از 17 خرداد ماه بازگشایی می شوند. اوضاع در بعضی از مناطق مخصوصاً خوزستان همچنان بحرانی است و تهران هم در وضعیت قرمز قرار دارد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. بحران گرسنگی می‌تواند از بحران کرونا هم خطرناک‌تر باشد. اینجا در همدان نیروهای هلال احمر می‌کوشند کمک‌های غذایی را به اقشار نیازمند برسانند. در هفته‌های گذشته بنیادها و نهادهای حکومتی مثل کمیته امداد و ستاد اجرایی بودند که میلیون‌ها بسته غذایی را با تبلیغات فراوان بین خانوارهایی که شناسایی شدند توضیح می کردند. اما دولت ایران مثل خیلی دولت‌های دیگر اصرار به از سرگیری هرچه زودتر فعالیت‌های کامل اقتصادی دارد، حتی در زمانی که ویروس کرونا هنوز مهار نشده. استراب و دلهوره درست نکنیم، بی تفاوتی هم درست نکنیم، یعنی اتخاذ راه حل‌های بینابینی. مدارس باز شدند ولی بدون تشکیل کلاس‌های درس. مسابقات ورزشی از سر گرفته شدند ولی بدون تماشاچی. آرامگاه‌های اصلی مذهبی باز شدند ولی فقط در محوطه صحن و در ساعاتی خاص. و البته روز قدس که برای حکومت اهمیت تبلیغاتی فراوان دارد. بعضی جاها برگزار نمی‌شود، بعضی جاها به صورت تجمع داخل مسجد خواهد بود و در تهران با خودرو نه با پای پیاده. تهران با اینکه خب شرایط قرمز نماز جمعه ما نداریم، قرار شد که مسئولیت رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده بگیره، از یک مبدأ تا یک انتهایی از طریق خودرو یک حرکتی انجام بگیره. روشن نیست آیا قرار است فقط خود نیروهای سپاه در این مراسم شرکت کنند یا از مردم عادی هم می‌خواهند که در داخل خودروها به صف شوند. تلاش برای یافتن راه‌های بینابینی، ولو اینکه در بعضی نقاط ایران مثل استان خوزستان بینابینی وجود ندارد. وضعیت خوزستان قرمز اعلام شده و تعطیلی‌ها فعلا ادامه دارند. ایران با نزدیک به 118 هزار مبتلا و حدود 7 هزار فوتی که آمار رسمی دولتی است، در راه پرخطر بازگشت به شرایط عادی قدم می‌گذارد. اما سایه سنگین ترس از موج دوم باعث شده ادامه زندگی عادی در همه جا به اطلاع ثانوی موکول شود. سیاوش اردلان، بی بی سی. در افغانستان وزارت صحت عامه از بی‌توجهی مردم به نکات بهداشتی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا انتقاد کرده. وزارت صحت گفته بیشتر افراد در اجتماعاتی مبتلا شدند که فاصله گذاری اجتماعی در آن رعایت نشده. طبق آمار رسمی تا به حال بیش از 6400 نفر در افغانستان مبتلا شدند و 168 نفر هم جان باختند. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس در ایران به 6 سال زندان محکوم شده. وکیل خانم عادل‌خواه میگوید جرم او توطئه علیه منافع ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی اعلام شده. خانم عادل‌خواه خرداد ماه امسال در یکی از سفرهای خود به ایران بازداشت شد. پیشتر رولان مارشال، همکار و شریک زندگی خانم عادل‌خواه که همراه او در ایران بازداشت شده بود، بعد از 9 ماه حبس با جلال روح الله نژاد، شهروند ایرانی زندانی در فرانسه، معاوضه شد. برای صحبت بیشتر در این باره آزاد کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس 7 از پاریس با ما هستند. خانم کیان، شما از نزدیک آشنایی دارید با خانم عادل‌خواه، در مورد این حکم چه فکر میکنید؟
با سلام خدمت شما و بینندگانتون. بله، من خانم عادل‌خواه رو حدود 40 سال هست که میشناسم، وقتی که خودم آمدم به فرانسه و ایشون قبل از من اینجا بودن. من هم دستگیری ایشون حدود یک سال قبل برام بسیار تعجب آمیز بود و نیز حکم 5 سال زندانی که امروز برای ایشون صادر شده، البته با توجه به اینکه وکیل ایشون قراره که تقاضای فرجام بده، برای اینکه خانم عادل‌خواه این جرائمی که براش در نظر گرفته شده و محکومیتی که در واقع قوه قضاییه برای ایشون اعلام کرده به هیچ وجه با واقعیت وجودی خانم عادل‌خواه نمیخونه. ایشون در تمام این سالهایی که من باش آشنا هستم هیچ زمانی نه شنیدم، نه جایی نوشته، نه حتی توی بحث‌های خصوصی، حتی از جمهوری اسلامی انتقاد هم نمیکرد، چه برسه به اینکه فعالیت‌هایی بر علیه جمهوری اسلامی داشته باشه. و ایشون فقط در واقع در ایران تحقیقات خودش رو در حیطه مردم شناسی انجام میداد و میدونید که در حالی که خیلی از محققین ایرانی دو ملیتی یا خارجی دیگه به ایران نمیتونن برن برای کارهای تحقیقاتی، خانم عادل‌خواه کماکان این امکان رو داشت و این نشون میده که برای حکومت ایران ایشون مشکلی نبود. و این که یک باره چه شد که ایشون رو به همراه غلام مخشل دستگیر کردن، به نظر من میشه گفت که ایشون از یک سو یک نوعی در واقع گروگان گرفته شده هست، حالا برای اینکه ببینیم با چه کسی قراره که تعویض بشه یا در ازای آزادیش چه چیزهایی رو کسانی که ایشون رو در واقع دستگیر کردن میخوان. آنچه که میدونیم اینه که رئیس جمهور فرانسه و نیز وزیر امور خارجه فرانسه در مذاکره رو با مقامات ایران برای آزادی خانم عادل‌خواه که میدونید ملیت ایرانی فرانسوی داره ادامه میدن، گرچه که ما از در واقع جزئیات این مذاکرات به هیچ وجه مطلع نیستیم. 4 ماه اول در واقع دستگیری ایشون از ما که در واقع دانشگاهیان و محققینی که راجع به ایران کار میکنیم و یا دیگرانی که ایشون خانم عادل‌خواه رو میشناختیم خواسته بودن که به هیچ وجه راجع به ایشون صحبت نکنیم، به خاطر اینکه مذاکره میکردن با ایران، ولی خب متاسفانه این مذاکرات موفق نشده. از طرف دیگه میدونید این بحث هجوم فرهنگی غرب و محکومیت علوم اجتماعی الان حدود 30 سال هست که در ایران وجود داره. محققین دیگری هم دو ملیتی در همین اخیر هم سالهای اخیر هم مجددا دستگیر شدن به همین جرائم. خیلی ممنونم از شما آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس هفته از پاریس با ما. رئیس جمهوری ایران میگوید لیگ برتر فوتبال به زودی از سر گرفته خواهد شد. با تصمیم ستاد مبارزه با کرونا بعد از پایان ماه رمضان، مسابقات ورزشی از جمله لیگ برتر فوتبال ادامه پیدا می‌کند ولی بدون حضور تماشاگر. فدراسیون فوتبال ایران هم گفته به زودی تاریخ شروع تمرینات تیم‌ها را اعلام خواهد کرد. پوریا ژافره همکارم اینجا در استودیو با ماست. پوریا، شروع لیگ برتر با چه مشکلاتی در این شرایط مواجه خواهد بود؟ خیلی جالبه که تو همین جلسه هیئت دولت، در حالی که آقای روحانی برگشته گفته که مسابقات شروع میشه، همونجا مسئول سلطنفر وزیر ورزش هم حضور دارن و گفتن که مسابقات رو شروع میکنیم، حالا تاریخ دقیقش مشخص نیست، یعنی الان بعد از پایان ماه رمضان یه هفته 10 روز مونده و خب بعدش باید ببینن که تیما تو چه شرایطی هستن، که من اصلا خیلی بعید میدونم که تیما تو شرایطی باشن که بخوام مسابقه انجام بدن. بازیکن‌ها نزدیک 2 ماهی هستش که تو خونه هستن، تمرینات مرتب به اون صورت همیشگی نداشتن و خب آمادگی مسابقه هم ندارن، یعنی حریف تمرینی نداشتن که با کسی بازی بکنن که ببینن شرایط مسابقه چطوریه. و خود آقای سلطانی‌فر گفت نگاه میکنیم اگر که بین 20 تا 25 خرداد مسئله بود، ممکنه که دوباره لیگ رو تعطیل بکنیم. به نظر میاد که یه مقدار تصمیم عجولانه هست. الان این توجیه بازگشایی لیگ چیه؟ آیا توجیه اقتصادی داره؟ واقعا نه، به خاطر اینکه تو ایران با توجه به اینکه تمامی باشگاه‌های عمده یا دولتی هستند یا شبه دولتی هستند و خیلی کم باشگاه خصوصی داریم و
بیشتر به نظر میرسه که این کارو دارن انجام میدن برای اینکه بخوان افکار عمومی رو راضی نگه دارن، چون اگه که بیان بگن که لیگ نیمه کاره مونده و این تیم مثلا قهرمان شده، این تیم‌ها میرن پایین و این تیم‌ها سهمیه آسیا میگیرن، همش با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. و بعد هم فراموش نکنیم که بالاخره خرداد ماه داریم میرسیم، خرداد 9 هفته مونده برای بعضی از تیم‌ها، 10 هفته، 5 روز یه بارم که بازی بخوام بکنن میشه نزدیک 50 روز، یعنی 1 ماه و نیم. و این 1 ماه و نیم گرم‌ترین روزهای سال هستن، یعنی اصلا شرایط تمرین کردن تیم‌ها رو هم در نظر بگیرید، به علاوه اینکه چه موقعی می‌خوام مسابقه ها رو انجام بدن. و بعد یه مشکل دیگه مثل همین تصاویری که الان داریم می‌بینیم مربوط به بازی پرسپولیس سپاهانی که برگزار نشد، یک مشکل دیگه اینه که اگر که تیمی برد مسابقه خودش رو، تماشاگرها تو استادیوم هم نبودن ولی اومدن بیرون یه جایی جمع شدن با هم دیگه شروع کردن خوشحالی کردن، اونجا چه جوری فاصله گذاری اجتماعی رعایت میشه، اونجا چه جوری پلیس میخواد که نظم رو برقرار بکنه. و بعدم مشخص نیستش که تو این شهرهای مختلف که تیم ها وجود دارن، از تبریز هستش تا حاشیه خلیج فارس، کدوم یکی از اینها تو مناطقی هستن. ما الان 3 تا تیم رو داریم تو خوزستان که میگن که دوباره کرونا شیوع پیدا کرده، مسابقه های اونجا قراره که تو خوزستان برگزار بشه یه جای دیگه برگزار بشه. همه اینها مسئله هستش که جواب داده نشده. بعد ببینیم که تو روزهای آینده فدراسیون و وزارت ورزش چه صحبت های جدیدی در این زمینه انجام بدن. متشکرم از تو پوریا جعفری. کاهش روزانه تعداد مبتلایان به کرونا در ایتالیا به نقطه رسیده که دولت این کشور میگوید به زودی مرزهایش را باز میکند. ایتالیا مهمترین مرکز شیوع کرونا در اروپا بود و مقررات قرنطینه بسیار سختگیرانه را برای جلوگیری از گسترش این ویروس اجرا کرد، اما بیماری کووید 19 همچنان در جهان قربانی میگیرد و آمار رسمی جانباختگان به 308,000 نفر رسیده. کیوان حسینی گزارش میدهد. کسانی که امسال برای یک تعطیلات آفتابی با ریزوتو میگو و شراب بارولو در سواحل پر از تفریح ایتالیا برنامه ریزی کرده بودند، حدود 2 هفته دیگر باید دندان روی جگر بگذارند. چرا که اگر خودشان از ابتلا به کرونا نگرانی ندارند، دولت ایتالیا مانع از ورودشان به این کشور نخواهد شد و درهای سواحل از روز 14 خرداد ماه به رویشان باز می شود. ایتالیا یکی از توریستی ترین کشورهای اروپا خیلی زود به یکی از نخستین مراکز شیوع کرونا در اروپا تبدیل شد و هنوز سال 98 به پایان نرسیده بود که دوران اوج یا پیک این بیماری را تجربه کرد. از آن زمان دولت این کشور تدابیر بسیار سخت گیرانه ای اندیشید، از خانه نشینی اجباری و منع رفت و آمد تا بستن مرزها و تعطیل کردن کل کشور، تدابیری که به کاهش تعداد مبتلایان جدید منجر شد و حالا آمار روزانه ابتلا در این کشور کمتر از 1,000 نفر است. تا امروز در این کشور بالای 223,000 نفر کووید 19 گرفتند و بیش از 31,000 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. در باقی سواحل جنوبی اروپا هم شرایط مشابهی حاکم است. اینجا فرانسه است. شنبه نخستین روز از تعطیلات آخر هفته در دوران مقررات کرونا بود که فرانسوی‌ها اجازه یافتند لب ساحل بروند. در این روزها شاید هوای سواحل فرانسه برای شنا و آفتاب گرفتن چندان مناسب نباشد، اما برای عاشقان موج سواری یکی از بهترین زمان‌هاست. فرانسه که این روزها آرام آرام از محدودیت‌های وضع شده به دلیل کرونا می‌کاهد، اعلام کرده حدود 3 هفته دیگر مرزهایش را باز خواهد کرد، در کنار آلمان، سوئیس و اتریش که هر کدام به شکلی به زودی مقررات رفت و آمد را کم می‌کنند. اینجا در ابیجان، بزرگترین شهر ساحل آج در غرب آفریقا، هم شرایط مشابهی حاکم است. کافه‌های ساحلی این شهر بعد از 2 ماه تعطیلی اجباری از جمعه شب کارشان را دوباره شروع کردند. سازمان بهداشت جهانی از احتمال بالا رفتن آمار مبتلایان به کرونا در سراسر آفریقا ابراز نگرانی کرده، اما دست کم ساحل آج همچنان میگوید که با همه‌گیری سراسری روبرو نشده و در این 2 ماه تعداد مبتلایان حدود 2,000 نفر و جان باختگان 24 نفر بوده است. و البته قلب خبرهای کاهش مقررات مرتبط با کرونا در اینجا میتپد. بوندسلیگا یا همان رقابت‌های لیگ فوتبال آلمان از امروز مسابقاتش تحت تدابیری تازه مانند قرنطینه 1 هفته‌ای و آزمایش کرونای همه بازیکنان آغاز می‌شود. اما بدون تماشاگر
وضعیتی که موجب نشد تا طرفداران تیم بورسیا مونشن گلادباخ تیمشان را تنها بگذارند. آنها هر کدام 19 یورو دادند و این گونه عکسشان را در جای خالیشان در استادیوم نصب کردند. و برای کسانی که فوتبال راه نجات کسالت روزگار قرنطینه نیست هم ابتکار عمل کم نیست. گروه موسیقی تازه تأسیسی به نام سونورا کوارنتینا یا صدای قرنطینه که در سانتیاگو پایتخت شیلی تشکیل شده برای اهالی شهر کنسرت رایگان برگزار می کند. ترانه هایی برای عشق و زندگی و رقص درون چهاردیواری اجباری. کیوان حسینی، بی بی سی. در هفته‌های گذشته بی بی سی فارسی 4 روز اول هفته از شنبه تا سه شنبه در انتهای بخش خبری ساعت 5 عصر متخصصانی را دعوت کرده تا به نگرانی‌ها و سوالات شما درباره کرونا جواب بدهند. برای کسانی که احتمالاً این پرسش و پاسخ‌ها رو ندیدن، این هفته دوباره بعضی از اونها رو پخش می‌کنیم. در برنامه‌ای که حالا می‌بینید، نازنین معتمدی تهیه کننده برنامه 37 درجه پرسش‌های شما رو در مورد آزمایش‌های تشخیصی کرونا از دکتر گلرخ جاوید سپهر پرسیده. چرا حساسیت و دقت بعضی از تست های کرونا کمتر از بقیه است؟ از کجا بفهمیم جواب آزمایشمون مثبت کاذب یا منفی کاذب نیست؟ خیلی ممنون که سوالاتتون رو با هشتگ از ما بپرس برای تلگرام بی بی سی فارسی میفرستید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه. مهمون امروز ما دکتر گلرخ جاوید سپهر هستند، پزشک و فوق تخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی از ماساچوست آمریکا. خیلی ممنون دکتر جاوید سپهر. سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز. میهن پرسیده الان معتبرترین تست هایی که گرفته میشه برای کرونا چیه؟ PCR، CT اسکن ریه یا تست آنتیبادی؟ اصولا چه فرقی با هم دارند؟ تست های PCR، این تست ها در واقع وجود و یا عدم وجود ویروس رو در نمونه‌ای که از مریض گرفته میشه با ردیابی ساختار ژنتیکی یا آرنه ویروس به ما نشون میدن. نمونه‌ای که برای این تست استفاده میشه معمولاً توسط یه سواب که در واقع یه وسیله ساده شبیه گوش پاک کنه بلند هستش انجام میگیره نمونه برداری. معمولاً نمونه از طریق از منطقه نیزوفارنکس که در واقع بالا و پشت بینی هست یا ته حلق انجام میگیره و یا هر دو، و این تست داخل یک محلول مخصوص قرار میگیره و به آزمایشگاه فرستاده میشه برای انجام PCR و ردیابی آرنه ویروس. تست گروه دوم تست های آنتیبادی هستن که این تست ها در واقع روی خون انجام میگیرن و در واقع پاتن یا آنتیبادی که در بدن بر علیه ویروسی که باش مواجه شده رو اندازه گیری میکنن. در تحقیقات نشون دادن که تراکم ویروس در منطقه بینی و پشت حلق بین روزهای اول تا هفتم پس از شروع علائم بیشترین مقدار رو داره. بنابراین بین روز اول تا هفتم حساسیت این تست های PCR بین 60 تا 70 درصد هستن. تست های آنتیبادی دیرتر پاسخ میدن و به خاطر اینکه بدن وقتی که با ویروس جدید مواجه میشه یه مقدار طول میکشه تا پاتن یا آنتیبادی ها رو تولید کنه. مطالعات نشون دادن که روز هفتم تا یازدهم بعد از شروع علائم زمانی هستش که ایمونوگلوبولین M در خون اکثر افراد قابل اندازه‌گیری هست و حدود 14 روز بعد از شروع علائم زمانی هست که ایمونوگلوبولین G قابل اندازه‌گیری میشه در اکثر افراد. بنابراین اگر این تست در زمان حاد بیماری یعنی قبل از روز هفتم انجام بگیره حساسیت کمتری داره. دکتر جاوید سپهر، سی تی اسکن ریه چطور؟ دقت و حساسیتش چطوره؟ سی تی اسکن ریه به تنهایی بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر ما در دسترس داریم به تنهایی برای تشخیص توصیه نمیشه. دلیلش چیه؟ بیماری های ویروسی دیگه میتونن علائمی که در سی تی اسکن بیماران مبتلا به کووید 19 هستن و نشون بدن و همچنین ممکنه بیماری مبتلا باشه به این بیماری ولی هنوز تظاهرات ریوی در سی تی اسکن مشخص نباشه و توصیه در حال حاضر این هستش که برای تایید بهترین تستی که در حال حاضر ما داریم
و میتونیم استفاده کنیم تست PCR هستش. سامان پرسیده، در خبرها اومده بود که قرار تست کرونای سری بیاد که هر کسی در خونه خودش انجام بده و جوابش رو بگیره. آیا این تست به مرحله تولید رسیده؟ بله، این تست ها به مرحله تولید رسیدن. شرکت های بسیار زیادی الان این تست ها رو درست کردن و وارد بازار کردن. این تست ها به طور کلی بر دو اساس کار میکنن. یه گروهشون هستن که پروتئین یا آنتیژن ویروس رو در نمونه ای که از مریض گرفته میشه ردیابی میکنن. نمونه هایی که برای این تست ها استفاده میشه نمونه های ترشحات تنفسی یا سواب بینی هستش. دسته دوم این تست های سری تست هایی هستن که وجود پادتن یا آنتیبادی رو در خون افراد اندازه گیری میکنن که مقدار خون بسیار کمی احتیاج هست در این تست های سری. چند قطره خون از سر انگشت فرد کافی هستش برای انجام تست و این تست ها معمولا به سرعت جواب میدن، بین 5 دقیقه تا نیم ساعت جوابشون حاضر میشه. این تست ها الان وارد بازار شدن ولی آخرین اطلاعی که سازمان بهداشت جهانی صادر کرده این هستش که این تست ها به تنهایی نباید برای تصمیم گیری های بالینی و تشخیصی استفاده بشن با اطلاعاتی که در حال حاضر ما داریم. مصلح سوال کرده، این که میگن بعضی تست ها دقت و حساسیت کافی نداره یعنی چی؟ پس از کجا بفهمیم که مثلا اگه تست منفی در اومده خطاست یا صحیحه؟ این منفی کاذب و مثبت کاذب در تست های مختلف به دلایل متفاوتی اتفاق میفتن. مثلا برای تست PCR تحقیقات نشون داده شده که مثبت کاذب بسیار کم هستش، به خاطر اینکه ما در واقع ساختار ژنتیکی ویروس رو ردیابی میکنیم در نمونه افراد، ولی باز هم مثبت کاذب میتونه در PCR اتفاق بیفته اگر که در حین نمونه برداری یا در حین انجام آزمایش نمونه فردی که بیماری رو نداشته آلوده بشه. و یکی از مهمترین عوامل منفی شدن کاذب این تست های PCR نحوه نمونه گیری هستش. نمونه گیری این تست ها با وجودی که به نظر ساده میان در وسیله یه سواب از بینی یا ته حلق پیچیدگی خودشونو دارن. فردی که این نمونه ها رو میگیره باید تخصص کافی داشته باشه در انجام این تست و اینکه حتی سوابی که استفاده میشه باید سواب مخصوص باشه، به این مفهوم که دیده شده سواب هایی که چوبی هستن یا سواب هایی که آغشته به موادی هستن که ویروس رو غیر فعال میکنن باعث منفی شدن تست به صورت کاذب میشن. همچنین محلولی که تست درش قرار میگیره، دمایی که این تستی که انجام شده توش نگهداری میشه تا به آزمایشگاه برسه، مدت زمانی که این تست یعنی در واقع این تست انجام شده ولی ما منتظر هستیم که آزمایشگاه این تست رو انجام بده، تمام اینا مراحلی هستن که هر کدومشون اگه درش اشتباهی اتفاق بیفته باعث ممکنه بشه که تستمون به صورت کاذب منفی بشه. یکی دیگه از عواملی که میتونه باعث منفی شدن تست PCR به صورت کاذب باشه زمان نمونه برداری هست. همونطوری که خدمتتون عرض کردم تراکم ویروس در ناحیه ته حلق و بینی بیشترین تراکم ویروس در روز اول تا هفتم داره. بنابراین اگر که ما این نمونه برداری رو دیرتر انجام بدیم احتمال اینکه منفی کاذب بشه تست هست. دکتر جاوید سپر، حمید سوال کرده که آیاش تحقیق انجام شده که چند PPM از ویروس کرونا باید وارد ریه یه نفر بشه تا فرد آلوده بشه؟ ببینید، در ویروس شناسی اصطلاحی هست به اسم دوز عفونت‌زایی یا infectious dose. این در واقع میانگین تعداد پارتیکل هایی که از یه ویروس احتیاج هست که باعث بیماری بشه در فرد رو اندازه گیری میکنه. ما اندازه گیری برای تمام ویروس ها رو نداریم به خاطر اینکه این بسیار کار سختی هست، هم از نظر تکنیکی هم از نظر اخلاقی و برای ویروس کووید 19 این اطلاعات وجود نداره، ولی بر اساس شواهدی که هست به نظر میرسه که این دوز باید خیلی پایین باشه. خیلی ممنون دکتر جاوید سپر. شما هم سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام BBC @BBC شما برای ما بفرستید.
ممنونم از نازنین معتمدی. مسابقه یوروویژن قرار بود امسال در روتردام هلند برگزار بشه، اما به خاطر کرونا بعد از 64 سال امسال تعطیل شد. به جای اون بی بی سی با یک ویژه برنامه این مسابقه رو جشن میگیره، هرچند این ممکنه برای بسیاری از نمایندگان کشورها زیاد دلگرم کننده نباشه. دانیل رازنی گزارش میده. یکی از پربیننده ترین رویدادهای زنده جهان. بریتانیا پارسال آخر شد و امسال امیدوار بود بتواند با نماینده جدیدش رتبه بهتری بگیرد. برای طرفداران یوروویژن هیچ رویدادی نمیتواند جایش را بگیرد. همگی ناراحتند. صادقانه بگم از تعطیل شدن یوروویژن ناراحتم. با شنیدن این خبر شوکه شدم. فکر میکردم حداقل بدون تماشاچی برگزار بشه، اما گفتن روح مسابقه از بین میره و من به این احترام میذارم. برای حفظ روحیه نمایندگان کنسرت های آنلاین برگزار کردند. امشب اگه شرایط عادی بود، موجی‌ها در سراسر اروپا و کشورهای دیگه در اتاق‌های مثل این از کشورهاشون می‌گفتن و از امتیاز نماینده‌هاشون برای بیش از 200 میلیون بیننده صحبت می‌کردن. 12 points from the United Kingdom jury vote goes to North Macedonia. Congratulations. اما برای اولین بار در تاریخ 64 سالش این مسابقه آواز لغو شد. مسابقه که نباشه یعنی برنده‌ای هم نیست. برای بعضی از هنرمندان ممکنه که دیگه این فرصت تکرار نشه. کوتاه بود اما به خاطر تماشاچی‌ها فوق‌العاده بود. به خاطر حمایتشون. زیباترین ویژگی یوروویژن حس با هم بودنشه. امشب قرار است ترانه‌ها از یک ویژه برنامه که یوروویژن تهیه کرده به صورت زنده از هلند پخش شوند. اما برای بسیاری این ممکن است نتواند خلایی را که از تعطیل شدن مسابقه به وجود آمده پر کند. دانیل رازنی، بی بی سی نیوز. تازه‌ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم ببینید، bbcpersian.com. برنامه‌های تلویزیون و رادیو رو میتونید در سایت بی بی سی فارسی دنبال کنید. اطلاعات مربوط به برنامه‌ها و ساعت پخش رو اونجا به دست بیارید. میرسیم به پایین این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.